سلام امیدوارم که خوب باشید ما رو همش کوکتل تی خیلی خوشمید به یک ویدیو دیگه قراره با هم بررسی کنیم بیفی که بود بین شاپور و پوری و با هم بررسی کنیم ببینیم کی و چرا بورد. اما قبل از هر چیزی یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید هم دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی و جا تشکر کنم از همه سی هزار نفری که سابسکرایب کردن تو این یه هفته ما سه بار شدیم سی هزار تا سوار رو دوباره پاک کرد دوباره شدیم سی هزار تا دم همهتون گرم با اینکه اینجوری داره سوار پاک میکنه یوتیوب ولی باز اینجوری به سرعت برمیگردیم اونجایی که باید و شاید خلاصه که میریم با هم این بررسی بیف رو داشته باشیم خب همونطور که همتون مستحضر هستید میدونیم که ملتفت یک بیفی رو شروع کرد و اون چه جوری بود اومد دو تا که نه سه تا آهنگ منتشر کرد که آهنگ وسطش که به اسم علکی بود یه سری تیکر رو به یه سری از بچه های نسل چهار داشت که مشخصا پوری هیپاپولوژیست و کاگان باشن و البته همین صفت از نسلی که یه کوچولو قدیمی تره بعد از این خب همونطور که همه می‌دونیم میدونیم و داشتیم لایو شو و برحال ریاکشن و اینها رو پوری اشاره کرد که نخوابیم که کار داریم و اماله اومد بعد اماله از پوری ما آهنگ دلغک رو داشتیم از شاپور بعد از آهنگ دلغک از شاپور ترک خشم شب رو داشتیم از پوری بعد از اون سگ پدر رو داشتیم از شاپور و در آخر و آخرین ترک اجل رو داشتیم از پوری خب این بود از آهنگایی که به ترتیب منتشر شد و حالا رکوردایی که به جا گذاشت خیلی جالب بود که پوری هر سه آهنگش رفت توی چارت ترند یوتیوب البته که این چارت ترند یوتیوب خیلی بستگی داره به فیلتر شکنان که بچه‌ها استفاده می‌کنن مثلا وقتی میگن این آهنگ تو فلاند دوازدهم شد خب این به خاطر اون آی پی فیلتر شکنی که بچه دارن و یعنی نه اینکه حالا از کشور فلان جایزه دریافت کرده باشه اتفاق باشه اینا اون بیشتر به خاطر اون فیلتر شکن است و خب به هر حال این هر جوری باشه نشون میده که بازخورد بالا بوده که به هر حال بچه‌ها توی کشورهای مختلف یا چارت جهانی یوتیوب تونستن رتبه ای رو بیارن اما حاصل این سه تا ترک برای پوری توی یوتیوب بیشتر از 530 ویو بود که یه نکته جالبی هم داشت که باهوش هستن و استفاده میکنن اینه که میدونن وقتی توی یک پلتفرمی هستیم که تصویریه و روی تصویر میچرخ تصویر محوره ویدیو میدن هر چند که به صورت ویژوالایزر باشه و ویدیوهایی که حالا چسبوندن به هم استفاده میکنن که 530 کی ویو رو واسه شون به میدونم الان اینجا رو دیدی داری کامنت میذاری میگی که بی سواد خوب نیست فلان بهمانی از این حرفا ولی بعد چه سویتی دادم هرچی که میگم 530 بزن اینجا رو بخونم منظورم 845 هزار ویو برای پوری اونجا که داشتم عددا رو مینوشتم یکی از عددا رو مثل که جمع نکرده بودم سوتی شد و توی یوتیوب پوری چهار برابرش شاپور تقریبا ویو داشت اینم گفتم اینجوری سری وسط ادیت بودم اینجوری واسهتون بجن که متن نیستم درست کنم بریم بقیه ویدیو 530 یا هر جا گفتم 845 برو بریم اما شاپور تقریبا نصف پوری بود و اونم 274 کی بود که حالا دقیق نصف نمیشه یک کچولا نصف بالاتر اما 274 کی داشت که هم تصویر نداشت صوت بود و هم ما میدونیم که خیلی فنای ملتفت روی یوتیوب نیستن کمتر هستن چون میدونیم پلتفرم اصلی ملتفت از قدیم به هر حال سانت کلات بوده و حالا روی سانت بخوایم نگاه کنیم شاپور یکم اینجا اختلافش کمتره و با یک میلیون و دیویست و هزار تا این لحظه که داریم ویدیو رو میگیریم رکوردی بود که حالا ثبت کرده با این ستا که داشته و پوری یک میلیون و چهارصد و یعنی لحاظ ویو هم اگه ملاک حساب بکنیم پوری بهتر بوده حالا لحاظ ویو میگم هم از اون ور حواسشون بوده به تصویر هم پوری خب در جایگاهی هست که الان کریرش توی پیک خودش هست و هات تره و تونسته این ویو ها رو واسه خودش داشته باشه و توی این بیف به نوعی میشه گفت سر بلند باشه حالا به نگاه کنیم که کی توی این بیف برد این بیف رو از هر نظر بخوایم نگاه بکنیم پوری از شاپور سرتر بود چرا چون اولا ما داشتیم پوریو میدیدیم که بازی و داغ نگر می داشت برعکس اونور که ما هیچ واکنشی نداشتیم و اینجوری بودن که انگار به بود ما داشتیم پوریو میدیدیم و تیمش رو که بازی رو گرم نگر می خود پوری یه جوری رفتار می کرد که حالا انگار عصبیه ولی خیلی تو بر حال پلتفرما اینا نبود خیلی ریز اما کوبنده میومد و تیمش خیلی بازی گرم نگه داشتن برای مثال زمانی که آتیش این بازی روشن شد نذاشتن آتیش به خواب دوباره بیان بنزین بریزن همونو سری بنزین خودشونو ریختن توش و گفتن بیدار باشید و خودش این یک جو به همه میدی که آقا چه خبر بیدار باشیم ببینیم چه جوری این داستان خیلی آتیش رو درست زنده نگه داشتن بعد تا دیس می اومد، کمتر از 24 ساعت جواب میدادن که ما اینو توی ملتفت نمیدیدیم حالا ملتفد اینجا منظور شاپوری حالا چون مهدیارم پوشش ملتفتن دیگه تیمی حساب میشن از اونورم داریم میبینیم آهنگ ها داره توی یوتیوب که از پیج ملتفت پخش میشه و مهدیار که سان کلاد دستش هست نکته جالب دیگه هم که بود سه چهار هزار تو فالوور مهدیار گرفت روی به هر حال سان کلاد و حالا یه نکته ای که پوری خیلی بهش دقت کرده بود و درست این بازی رو برد استفاده از تایپ بیت های مختلف و استال های خوندن متفاوت بود که یه کوچولو درست حالا شباهت به هم داشتن اما فرق داشت و یکم تازه می داشت آهنگا رو و فلوهای جذابتری میزد آهنگاش بنگرتر و کچیتر بود که تو اگه تو بیفهم نبودی تعصبی نبودی میتونستی با آهنگ حال بکنه این نکته بود که ملتفت اصلا بهش دقت نکرده بود و ما وقتی نگاه میکردیم آهنگا رو درست تفاوت جوازی داشت اما خیلی شبیه بود ما استایل خوندن شاپور توش تفاوت خیلی زیادی نمیدیدیم و این نکته دیگه که تیم پوری خیلی بهش دقت کردن استفاده از کاورهای درست و اسم آهنگ به شکل درستی بود همونطور که ما اسم آهنگا رو میدیدیم اماله خشم شب و عجل که خودش اسمای سنگینی بار سنگینی داره یه بار لاتی و خشمگینی رو داره و کاورها هم خیلی درست انتخاب شده بود که باز این منظور رو میرسون اما از اون سمت اسم آهنگایی که ما داشتیم الکی دلقک و سگ پدر که اسمایی بودن که تمسخر آمیز بودن اما بار خشنی از خود آرتیست رو نشون نمیداد برای مثال اماله رو وقتی میگه خب این خودش یه فلکس داره یه توضیح میده که اومدم میدونی اماله کنم یا خشم شب این دوباره یه حسی میده که من خشم شب اومدم و از اون هم پوری یه نکته دیگه که داشت هر تیکه که بهش افتاده بود اونو به یه شکل خیلی پررویی جواب میداد نه که بخواد مغلطه کنه یا تمسخر کنه خیلی لاتی جوابش رو میداد مثلا زمانی که میگفت آقا تو داری از های ما پنج سال استفاده میکنی میگفت نمی گفت نه کی گفته فلان اینا می گفت چی می گفت 5 سال داری آنگامو گوش میدی فن پیج بزن خب سوتونم میدونی اما از طرف دیگه شاپور باز اکثر لفظاش حالت تمسخر داشت به جای اینکه بیاد اون حس خشم بودنه رو برسونه و حس تهدیده رو برسونه و این داستان ها و این هم یه نکته بود که خیلی توی چشم میزد یه نکته دیگه هم که خیلی بد بود برای ملتفت اونم این بود که یه کوچولو فکتشون قدیمی بود و نمیشه سرو برای مثال ما توی آهنگ سگ پدر دیدیم که اولش اینجوری شروع میشه که حمید صفت چرا موهاشو صورتی کرده امید صفت خیلی وقت پیش موهاش اصلا تایمش من یادم نمیاد نمیدونم یه سال بود شش ماه بود هر چقدر بود ولی خیلی قدیمیه و اینو اینجا داری میگی که اصلا خیلی عروش گذشته اما از اون طرف تیم پوری چیکار کرده بود تیم پوری مشخص بود که نه تنها ریاکشن دیده بودن بلکه کامنت ها رو زیر پست های مختلف نگاه کرده بودن بلکه نظرها رو توی توییتر خونده بودن و یه جورای آهنگشون با اینکه دیسپه شخصی بود صدای مردم بود یعنی صدای اون مردمی که تو این بیفن آدمایی که تو این بیف هستن دارن نظر میدن و اینا خیلی تیکه رو ما میدیدیم که پوری دقت کرده بود که توییت شده و اینها از اونها استفاده کرده بود این خوش جو درستی به مخاطب میده حس میکنه که او نظرش چقدر درست بود یه مهر تاییدی به سلیقش و اتوماتیک دلی خیلی با کار حال میکنه هم یه سیاست درست دیگه بود که استفاده کرده بودن و فکت بروز برعکس فکت که ما داشتیم از شاپور که تکوتوک خیلی قدیمی بود در کل تیم قوی دارن برابکس پوری و نه تنها الگوریتم پیجا رو میشناسن سیاست های بحالی دارن که میتونن ازش استفاده کنن یه نکته دیگه هم که بود فکر میکنم اون دامه که ازش صحبت میکرد آقای آکیو همون فوشی بود فوش ناموسی بود که دقیقه دو آکیو به اشکان فدایی داد که باعث میشد بازی رو ببرن سمت ناموسی و خب این فکت که این اتفاق از سمت پوری پورینا افتاد که فحش ناموسی بیاد اما باز اینجا خودش رو انداخت جلو چرا چون یه جا این فوش ناموسیه رو داد که معمولا کسی دقت نکرد چون اگه بزنید دقیقه دو مشخصا آکیو داره میگه یه فوش مادری داره به اشکان فدایی میده خب چشت باید خیلی تیز باشه که اینو ببینی خیلی بولد نیست و یکی دو جای دیگه هم استفاده کرده بود خیلی سوسکی استفاده کرده بود که بعضی میگفتن آقا این فوش هست یا فوش نیست مثلا که گفته بود اگه نکشی اوزیو که با هم صحبت کردیم گفتیم یک عملی که به نوعی غیر ممکنه وقتی تو این حرف رو میذاری پشتش اینگاه داری فش میدی دیگه چون اون کار شدنی نیست پس فش و دادی و با این تلهی که چیدن باعث شدن که توی سگ پدر به صورت خیلی اگزجری از فوشهای های اینجوری و به هر حال چون عصبانیت رو انداخته بود تمسخر خانوادگی استفاده بشه که این خودش یکی دیگه از ضعف‌های اون دیس بود و اینکه اصلا یه این ذره کرینج کرده بود این کارو که نتونی باش حال بکنی و این مشکل بود از طرف دیگه انتظار زیادی که از ملتفت هست و هر حال مهدیار هر چند که شاپور جدیدتر باشه و استعداد تازه وارد ملتفت باشه مهدیار پشت کاراش هست و یک انتظار عجیب غریبی ما از ملتفت و دیسترکاش داریم و زمانی که اون به اون انتظار نمیرسه خب میدونی حال نمیده ولی از اون ور خب درست پوری این چند وقته خیلی کریر خفنی رو داشته و برده جلو ولی خب هیچکی فکر نمیکرد که اگه پوری بخواد بیاد فدایی رو بزنه انقدر پرو انقدر به قول خودش جونه تور بیاد و این حرفا رو بزنه و فراتر از انتظار به نظر من ظاهر شد همین باعث میشد که بیشتر حال بکنن مخاطب ها و داستانی هم که از توی اکثر پیجی که من دیدم و همچنین نظرسنجی خودمون تقریبا ش به چهل نظرها سمت پوریه و این علاوه بر قدرت رب کردن قوی پوری که میرسونه سیاست های قوی شونه که بهتون گفتم کاور درست لحن درست انتخاب کردن و اینکه با اینکه دارن دو سه تا دیست توی چند روز میدن تایپ بیت های متفاوت تر دلیوری های یکم متفاوت تر که یه کوچولی جذاب نگر بدارن این داستان ها رو و همه زورشون رو توی آهنگ نذاشتن تقسیم کردن این داستان که یک بالانسی رو بین این ایجاد بکنه استفاده از ترند ها و نظرهای مخاطب ها که ما داریم میبینیم از اونها تو آهنگ خیلی درست استفاده کرد حتی من حس میکنم یه جا از نظر منم توی که ریاکشن ها استفاده شده بود همونجا که به حال داستان اسلام و ایران بود ولی خب بقیه جا داشتیم دیگه تویت هایی که بعد از به هر حال آهنگ شاپور بود و نظرهایی که بود تو آهنگ استفاده شده بود و اینها رو هم نشون میده که خیلی باهوشن بچه باهوشی هستن و تیم قوی دارن و در کل تونستن توی این بیف فراتر از انتظار البته که خب شاپور با فدایی خیلی اختلاف قبل از این بیفا نمیتونستیم خیلی اختلاف عجیبی بینشون قائل باشیم بلکه بین فدایی و پوری میتونستیم اینو قائل باشیم و این اتفاق افتاد حالا افتاد پوری فقط یه داستانی که داشت خیلی دوست داشت فدایی رو دعوت بکنه چون بر حال اگه تو این بازی میخورد از فدایی چه میبرد به نفش بود چون تو رفتی تو رینگ با یک آدمی که یل طولایی داره و اگه زنده هم از اون بیای بیرون حتی اگه نمیری ولی زنده بیای بیرون خودش یک کریر مثبتیه و تاثیرات مثبتی داره اما فدایی نیومد به نظرم استراتژی درستی هم نیست که بیاد و شاپور باید ببینیم آیا میاد برای یک بازی دیگه یک جواب دیگه میده یا نه ولی فدایی فکر نمی کنم بیاد از نظر خود منم استراتژی درستی نیست فکر نمی کنم که این رو درست سر بگم یه خبر نسبتا موثقی دارم از بچه‌ای که فدایی وارد نمیشه به این بازی که منطقی هم به نظر میاد و این از این در کل به نظر من این نظر من بود راجع به بیفا یعنی بیفی که داشتیم و دیسترک ها و فکر کنم هوشمندانه تر برخورد کردن هم به هر حال بازی تلگرام و سوشال مدیا و اینها رو نگرداشتن اغزجر نکردن هم توی دیش خوب بودن و همه اینها در کنار هم اینکه حواست بشه یوتیوب میخوای به هر حال و پخش کنی چجوری پخش کنی اینور چجوری اون ور چهجوری کاور چجوری باشه اینا همه ها رو خیلی درست و هیچ وقت نگو فقط هیچ کس اون پشت خیلی آرق ریختن نشون میده یه تیمیه که خیلی پرکارن و حواسشون به همه چی هست مخصوصا قوی تو الگوریتم پلتفرما و ش... میشناسن پلتفرما رو درست خلاصه این بود از این در کل به نظر من تو این بازی بین شاپور و پوری پوری موفق شد که کمربند رو از آن خودش کنه و ببره بالا و در ادام فکر نمیکنم حالا میگم فدری که مطمئنم نمیاد تا که داریم ولی راجع به شاپور نمیدونم که آیا میاد یا نمیاد و چه داستانی هست بعد منتظر باشیم ببینیم چه جوریه نظر شما چی بود راجع به این صحبت هایی که کردیم و کلا سمت کدوم بودید حتما توی کامنت‌ها بنویسید اما قبل از اون یه نکته اشاره کنم بعضی از مخاطبا اینجوری بودن ملتفت پشت مردم بود یادتون رفته ببین گرایش های سیاسی و اینکه یه شخص چقدر خیره چقدر پشت بقیه هست و اینها هیچ ربطی به بازی که داره توش بازی میکنه و اونجا معیارش قوی بودن اون آهنگ یا به اون زمینی که هست هست نداره برای مثال شما وقتی داری میری فوتبال بازی میکنی اگه من یه گل خیلی خفن زدم که گل سال شد نمیتونی منو مثلا نسبت به دینم یا اینکه مثلا من پشت کی بودم پشت کی نبودم گلم و نذاری توی بهترین گلها اون دوتا چیز جداست که اون میره تو اون بازی که حالا کی با شرف کی با شرف نیست که خودشو فروخته که خودشو نفروخته که زمانی که مدرک‌های باشه میشه رو صحبت کرد مدرک ولید زیاد باشه میشه راجبش صحبت کرد و اون یک زمینه بازی جداست این یک آزمایی ادبی و بیفو به هر حال دیس و دیس و این داستان هاست که اونجا کامل بازی فرق داره تو نمیتونی بگی چون فلانی مثلا باباش مجاهد بود پس نه 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 چرا داره آهنگ خوب بود یا نه ما داریم آهنگ رو بررسی میکنیم و این دو تا دو تو چیز کاملا جداست خلاصه این از این دمتون گرم ببخشید اگه سرتون رو درد آوردم نظرتون حتما واسه من بنویسید و سابسکرایب و لایک یادتون نره تا ویدیو بعدی اونطورم حالتون تو خوب عالی و بمب باشه سی